جون ویوره نه نگاه عبدالی واستا واستا عبدالی واستا ما خوشو بزنم واستا واستا دیگه چی میگی؟ سلام عزیزم چطور آقا ترسیدم اوه من کرونا دیدی؟ نکن بزن ما خوشو بزنم چی نکن ناز نکن دیگه بشین دیگه چه روانی پاره شد شلوارم میگم خجالت بکش دو سال هم میگم یه داخل به داخل این کرونا کرونا گرفته مخ میزنی که مخ چی میزنی تو نشست ای شد تو نشستی سلام داداش معذرت نمیدونستم با خدا آب چیت وگر نه این کار نمیکردم خیلی بد شد من تا این مغازه من یه مش خرت و پرت بگیرم برمیگرد که این بابا یارو خیلی گرون فروشه خون پدرش هم میزنه رو جنساش مرده که بیشون دایمه خیلی آدم گلیه ارزون فروش منصف بعد من کل قوت زندگیمو میام از این میخرم برو برو دیر نشه برو زود بیا بودم بایزم برو عبدالی تاکسی میخواد عبدالی واستا واستا بابا رد کردی واستا واستا داره میاد داره میاد داره میاد دمش گرم بابا بیخیال ما تو هیچی نگو تو هیچی نگو سلام خانم سلام آبجی از این داستان نتیجه میگیریم که قبل از اینی که رفیقتون رو بشناسید اول اعضای خانوادش رو بشناسید تا اینجوری ضایع نشید ببخشید من دنبال کیس ازدواج میگردم شما قصد ازدواج ندارین؟ واقعا؟ ای پس این داستان آقا من حرفم رو پس گرفتم از اینجای داستان به این نتیجه میرسیم که قبل شناختن خانواده اول اون رفیق نامرد تو بشناس بله